به نام خداوند مهربان، سلام بیننده های عزیز، هموطن های گلم، هر کجایی که هستین جور ساعتمند باشین و بیننده برنامه ببینه و پس هم باشین. دوست عزیز، امید است که جور ساعتمند باشین و روز تاییدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بارزوی ساعت سلامتی شما. برنامه امروز خودم آغازگر میشیم. در این برنامه عزیزی که تب زیاد خواهش کرده بودن که دلمه مرچ به ما از ما آماده کنین دوستا، یعنی دیگه مواد را داخل مرچ دلمه گفته برای ما جای به جای بسازین، داخل بطور یک مرچ. خب ما هم خواستم که دوستان در این برنامه با شما یک جا شریک بسازم شه. امید است که تا پایین برنامه با ما همراه باشین و به دقت کامل بینید برنامه امروز باشین. مواد لازمه از این غذایی که امروز آماده میکنم دوستا 5 عدد مرچ دلمه است. فرق نمیکنه هر رنگ باشه، ولی سبزش نسبت به دیگر رنگاش ارزان تر از 200 گرم. گوشت سینه مرغ که بسیار خرد خردش ساختیم دوستا، و همچنان کمتر از نیم گلاس برنج است که یک چند دقیقه جوشش دادیم دوستا عزیز، و دو دندانه سیر دوستا، یک عدد پیاز، یک عدد بادنجان رومی، مرچ تند یک عدد، گشنیز تازه مقدار لازم، نمک به مقدار لازم، مرچ سیاه همچنان به مقدار لازم، زردچوبه یک قاشق و روبام همچنان دو قاشق دوستا. خب دلمه‌ای که امروز آماده میکنیم، گرچه ما یک بار دیگه هم آماده کرده بودم، از گوشت گوساله بود که ما آماده کرده بودم داخل داش، ولی این بار ما میخواییم داخل تخم پزی با موساسش دم باته میشه. خب ما فقط در ابتدا دوست عزیز حرارت که دیگه گرفتیم، ما میخواییم گوشت سرخ بکنیم، روشن کردیم، یک مقدار روغن هم اضافه میکنیم. خب و همچنان تخم پزی که میخواییم ساس شما آماده کنیم دوست عزیز، یک مقدار روغن دیگه هم اضافه میکنیم و میگذاریم که روغن از دیگه کمی گرم شوه، یعنی هر دو روغنی که داخل دیگه اضافه کردیم. پیاز خرد خرد میسازیم، غذای بسیار مزه‌دار. خب در جمع غذاهای عوضانه میره دوست عزیز، اگر شما هم بازی وقت آماده میکردین دقیق باشین، تست و ذائقهش، رنگ غذا بسیار مهم است. خب پیاز بالای روغن اضافه میکنیم و دو دندانه سیر دوست عزیز ما داخل گوشت میندازم و یک دندانه سیر دیگر هم که اضافه گرفتیم ساس داخل ساسش اضافه میکنیم، ساسی که از روب آماده میکنیم. خب سیرم هم اضافه میکنیم، سیری که گوشت رو میخواییم داخلش اضافه بکنیم و یک دندانه سیر هم دوست عزیز به خاطر آماده کردن ساس. خب گیره هم سرپوش دور میکنیم، فکر میکنم روغن داغ شده و ما هم سیر اضافه کردم. خب پیاز و سیره خوب با هم مخلوط میکنیم تا یکسان دو ساعت تب بخوره و همچنان سیری را که اضافه کردیم گیره هم دوست عزیز خب یک اندازه آب اضافه میکنیم داخل کاسه ای که رو بستوسا. خب با همی آبش یک جا دوست عزیز اضافهش میکنیم و رو به بالای سیر اضافه کردیم. یک ساس بسیار ساده، بسیار آسان برای دلمه دوست عزیز آماده کردیم و یکمک اجازه میتیم که سرخ شوه. خب نیم زردچوبه از یک قاشق، نیم قاشقش داخل ساس بادنجان رومی اضافه کردیم. رب دوست عزیز یک مقدار نمک هم اضافه میکنیم و یک مقدار آب دیگه هم اضافه میکنیم و این را میمانیم که آیسته ایستا جوش بخوره تا زمانی که ما دیگه موادای داخل دلمه را آماده میکنیم. خب دوست عزیز گوشت اضافه میکنیم. گوشت هم اضافه کردیم.
که یک جا دوست عزیز با پیاز سرخ شد. خب یک عدد بادنجان رومی را هم داخل گوشت، البته بعد از اینکه خوب گوشت سرخ شد اضافه میکنیم. یک اندازه کمی بزرگتر بادنجان ریزه میکنیم و همچنان یک عدد هم مرچ تندوسا، به خاطر از اینکه غذای ما یکمک تست ذائقه خوبتر را داشته باشد از یک عدد مرچ هم استفاده میکنیم. غذای امروز بسیار ساده است دوستای عزیز. خب غذای امروز ما را سیرجان حیدری زاده ببخشید که بله سیر حیدری خواهش کرده بودن که دلمه آماده کنین برای ما. خدا کنه که برنامه را ببینن و اونا هم خواهش از این غذا را از ما کرده بودن که دلمه مرچ، یعنی گوشت که داخل مرچ دلمه آماده میشه بر ما آماده کنین. ما هم امروز دیگه خواستم آماده بکنیم، خدا کنه که ببینن و برنامه را و بیننده باشن اونا هم آماده بکنن. خب یک اندازه نمک داخل گوشت اضافه میکنیم دوستا و همچنان مرچ سیاه مقدار نیاز دوستا عزیز. زردچوبی که نیم قاشق مانده ای را هم اضافه میکنیم. خب و بادنجان رومی همراه مرچ بالای گوشت اضافه میکنیم. خب دوستای عزیز تمام مواد را اضافه کردیم به جز از برنج و گشنیز که برنج هم جوش خورده و گشنیز هم به شکل خام باید خرد شود و همراه گوشت میکس شود. تا زمانی که چند دقیقه دیگه هم گوشت بالای حرارت باشد، تا زمانی که آماده میشه دوستای عزیز میان برنامه کوتاه و بعد از هم با ما باشین. دوباره برمیگردم. مواد لازم دلمه مرچ: مرچ دلمه 5 عدد، گوشت سینه مرغ 200 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 2 دندانه، برنج کمتر از نیم گیلاس، رب 2 قاشق، زردچوبه 1 قاشق، بادنجان رومی 1 عدد، مرچ تند 1 عدد، گشنیز تازه به مقدار لازم، مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم. به ادامه برنامه خوش آمدین بیننده های عزیز. خدا کنه که تا ایدم برنامه مطابق ذوق شما پیش رفته باشه و آنچه را که ما آماده کردیم دیده باشین. خب دوستا ما برنج اضافه میکنیم به تقریبش. برنج که قبلا جوش داده میشه یک اندازه بسیار کم، یعنی یک کم مغز داره. به اندازه که برنج ما با برنجایی که صاف میکنیم آماده میسازیم به اون اندازه باید که یک کم سخت‌تر باشه، دانه داشته باشه. خب ما هم مواد را میکس کردیم، فقط گشنیز مانده دوستا. این را هم خرد می‌سازیم به خاطر تست ذائقه‌اش. اگر گشنیز تازه نیست میتونین از تخم گشنیز یا از پودر گشنیز هم استفاده بکنین. خب گشنیز هم خرد کردیم، این را هم اضافه کردیم. بله مواد را خوب با هم میکس میکنیم و داخل یک ظرف اینا رو از داخل دیگ بیرون میکشیم تا که یک اندازه راحت تر بتونیم دوست عزیز ما داخل مرچ دلمه ای را جا به جا بسازیم. خب حالا میریم دیگه دوست ها سر خالی کردن مغز دلمه یا مرچ دلمه. این هم دوست های عزیز فقط ما قسمت های وسطش دور میکنیم. خب به خاطر از اینکه به زمین یا بر روی ظرفی که ما میخواییم این دم بتیم میشه یک اندازه باید قسمت پایینیش دوست های عزیز انبار بسازیم تا که خوبتر بشینه و به می شکل
همگی شد دوست عزیز آماده میسازیم. خب کاملا خستای بینش دور میسازیم با غشای نازکی که در داخلش است، باید دور شوه میگیش و پخچی و بلندی پایینش هم دوست عزیز از هم میگیریم. خب به می ترتیب همه گیشه. خب موادایی را که آماده میکنیم شما میتونین در کدوگک، بادنجان سیاه، بادنجان رومی دوست عزیز جا به جا بسازین و همچنان مرچ دلمه که امروز ما آماده کردم میتونیم که آماده بکنیم و از خوردنش لذت ببریم. خب یک عدد دیگه هم مونده دوست ایرم به این شکل. کار داخل یعنی خالی کردن داخل مرچ‌های دلمه تمام شد عزیزم. خوب است. خب یک قاشق می‌گیریم. قرمه‌ای که جور کردیم یا لوابی که جور کردیم دوست عزیز و یا بگوییم ساس را که آماده کردیم کاملا آماده است و ما تمام مصالحات هم داخلش اضافه کردیم. فقط حالا ما می‌خواهیم که مواد داخل مرچ جا به جای بسازیم. خب با قاشق به این شکل فشار می‌دهیم تا که بین مرچ خوبتر دوستا مواد جا به جای شود. فقط به این شکل داخل تخمپزی مانده و یک پسمو سر را که از خود مرچ جدا ساختیم پس دوباره بر سرش میگذاریم. خب بسیار ساده است دوستا، یک غذای بسیار خوشمزه و قبلا که آماده کرده بودیم دوستا با پنیر بود ولی این بار پنیرم ندارم، بسیار ساده است ولی خوشمزه. خب یک عدد دیگهش باقی مونده، ایره هم موادا فکر میکنم که پوره خواد کرد داخل ازی یعنی کفایت میکنه. و برنج را که نیم پخت دوستا با داخل مواد اضافه کرده بودیم مطمئن باشین که با مو تفته که اصلا داخل تخمپزی با می ساس میخوره دوستا آماده میشه، اصلا از او نایه تشویشی نداشته باشین. و خب فکر میکنم که باید همین چوبک زیر دور کنیم خوب معلوم نمیشه. و همچنان ایران خب دوستا فقط آماده ازی است که ما سرپوش سرش بگذاریم و برای چند لحظه دوست عزیز تا که بخار بگیره یعنی تفت بخوره با موساس و لوابی که برش آماده کردیم دوست عزیز. و سرپوش حتما سرش بگذارین به خاطر از اینکه تفت بخاره که داخل خود تخمپزی میباشه از بالا و از بغل از پایین که خود ساس پختیش میکنه. و فقط همی که مرچ دلمهش یک اندازه نرم شد یعنی قابل خوردن استفاده بود غذای ما آماده است دیگه، بعد از او بس میتونین که نوشجان بکنین. خب تا زمانی که غذای ما آماده میشه دوست عزیز یک میان برنامه کوتاه و دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. مواد لازم دلمه مرچ: مرچ دلمه 5 عدد، گوشت سینه مرغ 200 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 2 دندانه، برنج
کمتر از نیم گیلاس، رب دو قاشق، زردچوبه یک قاشق، بادنجان رومی یک عدد، مرچ تند یک عدد، گشنیز تازه به مقدار لازم، مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم. به به، بسیار خوشایند، بوی بسیار مزه‌دار. دوست عزیز، واقعا اگر شما هم آماده کنین مطمئن هستم که خوشتان میاد و از خوردن از این غذا لذت میبرین. زیاد دوست عزیز ببینین که نماندیم که زیاد رنگ خود تغییر بده مرچهای دلمه، به خاطر از اینکه باز اگر کاملا سیاه بگرده باز به مو اندازه ویتامین های خودم از دست میته و مزه و ذائقیش هم از بین میره. خب حالا فقط ما میخواییم یک دو عدد مرچ دلمه را دوست عزیز روی بشقاب بکشیم. یک اندازه از ساسش هم دوستا اضافه میکنیم روی بشقاب. ساسش هم بسیار زیاد رنگ خوب را گرفته برای خود و مطمئن باشین که با می غذا دیگه همی ساس دوست عزیز بسیار مزه‌دار خواهد بود و مزه‌دار هم هست. بله، شما هم پس گوش نکنین دوست عزیز، بیاین تا به حال اگر آماده نکردین بعد از این دوست عزیز آماده کنین و از خوردنش لذت ببرین. خب چند عدد مرچ دلمه را دوستا حلقه حلقه ساختیم؟ یک عدد مرچ دلمه را حلقه حلقه ساختیم و او هم مرچ دو رنگ زرد و سبز بود، رنگ بسیار خوب را به خود گرفته. بازم سپاس میکنم از شما عزیزایی که همراه بودین با ما و برنامه را بیننده بودین. اگر برنامه ما را دیدین خوشتون آمد دوست عزیز، منتظر نظریات پیشنهادات شما در صفحه فیسبوک و برنامه هستیم دوستا و همین منتظر پیام های شما هستیم. پیام بگذارین دوستا، خب غذایی را که دوست دارین با ما شریک بسازین و ما هم در برنامه برای شما آماده میکنیم. یام غذای دلمه امروز سوسا که تقدیم شما عزیزا کردیم و کسایی که فرمایش هم داده بودن دوست عزیز نامایشان را به خانش میگیریم. سیار جان حیدری از کابل خواهش این غذا را از ما کرده بودن. زنده و سلامت باشین، خدا که برنامه را دیده باشین. ما هم غذای مورد علاقه شما را آماده کردیم. از دینه جان از باغ بالا خواهش غذای دلمه را از ما کرده بودن که آماده کردیم، خدا کنه ببینن. و لطیفه جان از ولایت خوست ضمن سلام از ما خواستن که یک نوع غذایی از بادنجان سیاه آماده کنید. حتما چورانه خواهر عزیز بینده برنامه ببینی با پس باشین، انشالله به اساس نوبت نام خدا فرمایش ها تماسا زیادتر است و من به مو اساس نوبت فرمایشات شما رو در برنامه میگیرم. کم حوصلگی نکنین، اکثریت بیننده هایی که دفته دو بار و سه بار مکررن تماس میگیرن و خواهش میکنن که ما زنگ زدیم و فرمایش دادیم، فرمایش مورد نظر گرفته نشده. اصلا اوتور گپ یا گپ نیست، ما فرمایشات تمام شما عزیزا رو یادداشت کردیم و به اساس نوبت ما در برنامه بر شما آماده میکنم. منتظر باشین و شما هم ببینین و از برنامه ما لذت ببرین و از غذاهایی که دوست عزیز شما فرمایش دادین خودتان لذت ببرین و بیاموزین و شما هم در خانه های خود بپزین و با نوش جان بکنین. خب یا بود دلمه که فرمایش داده بودن عزیزای ما داخل از گوشت مرغ آماده کردین. قبلا هم که ما آماده کرده بودیم دوستا از این دلمه ما از گوشت گوساله از ماشین شده آماده کرده بودیم، با پنیر داخل داش آماده کرده بودیم، ولی این بار ما با ساس داخل تخم پزی آماده کردم. عزیزایی که متفاوت‌تر از او غذا، عزیزایی که داش ندارند و
برشان یک بهانه میشه که ما امکانات نداریم، ما نمیتونیم غذا را، ولی ما میتونیم داخل تخم پزی که ما آماده کردیم دوست عزیز، یا داخل کرایی یا داخل دیگ، هدف از این که سرپوش بالاش مانده شه و تفت بگیره، یعنی بخار بگیره و پخته شه و خلاص. و طریقه ایشون بسیار ساده و آسان بود دوست عزیز، که مرغ خرد خرد کرده بودیم، برنجام از قبل جوش شده بودیم و یک عدد پیاز با دو دندان سیر خرد خرد کردیم، بالای یک مقدار روغن اضافه کردیم، همی که پیاز کمک سرخ شد و مرغ اضافه کردیم و بین مرچای دلمه رو خالی کردیم و جابجا کردیم مواد، و ساسشام دوست عزیز دیدین که رب و سیر و آب، مرچ سیاه و نمک بود. بازم اگر میخواین دوست عزیز پیام بگذارین به فیسبوک برنامه مراجعه بکنین و لایک بکنین، برنامه ما را ببینین دوست عزیز، هم میتونین از طریق یوتیوب همچنان ببینین دوستا، و آنچه را که دوست دارین با ما شریک بسازین، ما در برنامه بر شما میسازیم. و یا همچنان میتونین به شماره تلفن 0707-59-59-59 تماس بگیرین، ما در خدمت شما هستین هستیم. و تشکری میکنم از همکارای بسیار خوبم، واقعا که زحمت زیاد میکشه، و تا فردا شب که بازم در خدمت قرار میگیریم دوست عزیز، اوقات خوب خوش داشته باشین، با امید فردای بهتر.